و جدا خواهش دارم از مردم با فرهنگ، مردم با عزت ایران بیاین یک مقدار شرایط و اوضاع افغانستان را درک بکنن. جنایت و ظلمی که بالای ملت ما جاری است، با درک شرایط آنچه توطئه های افغان ستیزی که من میدانم از کجاها سازماندهی میشه در درون ایران، که قطعا دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران موافق نیستند و گاه گاهی در سطح رسانه ها، شعرها یا بالاخره حرکاتی که صورت میگیرند. اما من خواهش میکنم که حداقل الا فراهم شدن شرایط دانسته باشند ما را همکاری بکنند. لطف و مهربانی که در سالیان متمادی در چندین دهه داشتین و امروز بدترین شرایطی را داریم ما سپری میکنیم در افغانستان. با او اساس اگرچه اگر قرار به ای باشه و اگر ای که فرصت ها را بیشتر البته فراهم کنن، حالا دوستای ایرانی ما، برادرها و همزبان های ما خواهد گفتن که پس کل افغانستان باید بیاید از جمهوری اسلامی ایران و مردم ما بالاخره در مشکلات ها و هر آن چیزی که اونا بیانات داشتن قرار دارن و با تمام افغانستان بیاید در جمهوری اسلامی ایران زندگی بکنم. در حالی که هر فرد افغانستانه که امروز از افغانستان بیرون میشه نسبت یک مشکلات بیرون میشه، چه اقتصادی است، چه تهدید روحی است، چه تهدید جسمی است، تمامی موارد میتونه در بر بگیره و هیچ کسی علاقه نداره که از سرزمین خود الا که جبر سرش حاکم نشه، الا ظلم و تهدید جانی متوجهش نباشه، قطعا علاقه من نیست که کشور خود ترک بکنه. و ای که با جمهوری اسلامی ایران زیادتر علاقه دارن و یا ای که کششان همی است که باید با جمهوری اسلامی ایران بیان، اولی که زبان مشترک، فرهنگ مشترک، یک عقبه تاریخی مشترکاتی که کشور با هم در 300 سال پیش با هم یک کشور بودن، خویشاوند هستیم، هم زبان هستیم، هم تبار هستیم، با او اساس میان با جمهوری اسلامی ایران با یک دنیای امید. طرفی که اگر ما بگویم تمامی افغانایی که آمدین در ایران البته اشتباهاتی از پیششان سر نمیزنه، مخالف فرهنگ یا بالاخره مو کلچر برادرای ایران قرار نمیگیرن، با یقین که این مشکلات خود ما هم داریم و ما تقاضام دارم از برادرای افغانستان ما که در ایران زندگی میکنن که البته درک کنیم که ما در یک طرف دیگه که شاید تعداد زیادی از مجرمین چون درها باز شد، زندانها باز شد، یک تعداد مردم قاتل، اوباش، رهزنی هم در ایران سرازیر شده باشه، اما او در فیصدی هم نمیتونه شامل شوه. اکثریت مطلق مردم بیچاره هستند و یا کسایی هستند که مورد تهدید جدی جانی قرار دارن. با او اساس ما تقاضا میکنم از رهبری جمهوری اسلامی ایران، بخصوص از رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، قسمی که جناب آیت الله العظما حضرت خمینی، امام خمینی بزرگ رحمت الله علیه مرز در اسلام مردود میدانست، چه خاصا که ما کشور با مشترکات طولانی و همزبان بودن، مسلمان بودن، تمامی موارد بالاخره اگر لطف شود در رابطه ما، هیچ یکی از افغانها را من نمیگم که اینا در تهدید قرار ندارن، اما مختص بر سکتورهای امنیتی و دفاعی ما عذرانه تقاضا میکنم، خواهش میکنم اگر فرصتی را تانسته باشن مساعد بکنن تفکیکی که سکتورهای امنیتی و دفاعی در جمهوری اسلامی ایران چه تعداد زندگی میکنن، شاید هم حدود از 50,000 تن بالا باشه. اگر یک در جمع 7 میلیون مهاجری که یا 6 میلیون مهاجری که در جمهوری اسلامی ایران، حالا ارقام به دقیق نمیفهم، سرازیر شده، اگر کدام مدرک شناسایی را برای یک دوری معقد برای سکتورهای امنیتی و دفاعی در نظر بگیرن بهتر خواهد بود. ما چندین قطع عکس و یا بالاخره مواردی را خدمتتان میتونم از طریق همین برنامه پیشکش بکنم، به حضور شما بکشانم که چه تعداد از همسنگران ما از ایران که دیپورت شدیم آنم توسط طالب گرفتار شده، به زندان ها کشانده شده، جایدادهایشان سرشان فروخته شده، پول ها گرفته شده و به چه ترتیب اونا در تحت شکنجه و پایگرد قرار دارن و چه تعدادی را شما از طریق رسانه ها، مگم جناب استاد بزرگوار شما، خب ما باور کامل دارم که تمامی موارد از افغانستان برای شما راپور میشه، چه تعداد از همسنگرهای ما روزانه کشته میشن،
فلحاظا اگر ترحم شود، اگر لطفی از جانب رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و دولت مداران محترم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با همکاری یا توزیع برگی که تانسته باشد موقتی بر سکتورهای امنیتی و دفاعی الا فراهم شدن شرایط در نظر بگیرن بهتر خواهد بود. من ناگزیر هستم هر روز که هرم سنگر ما برم از زنگ میزنه، من میرم دور به اردوگاه ها، یکی یک تعداد اردوگاه ها برادرهایی که همکاری میکنن با بزرگاه برمیخوریم، برای ما بسیار لطف کردیم، ما اقامه دارم برای فرزندم اقامه دادیم، خدا شاید است که هیچ تقاضا نکردیم، ما بیشتر تقاضا برای عسکر خود کردیم، برای یک افسر خود کردیم که ناگزیر هستن، بیچاره هستن، در پشت درها به خاطر گرفتن ویزت ساعتها استاد میشه سکتورهای امنیتی و دفاعی. حالا یک عسکر یا بالاخره یک سرکار چی میدونه که جنرال سری در وطن شیمو که پیدا شده با ما چی برخورده صورت میگیره؟ الا یک ما برای یک بزرگوار، برای یک منصب کلان ما که وقتی مراجعه میشیم با ما عزت و تمکین میشه و با ما صحبت صورت میگیره، ما یک سرکار یک عسکر حتی شاید ما را دور کنه از با یک الفاظ دور بسازه، اگرچه ما کمتر برخوردیم، اما همچه مواردی را برای ما فرمانده های ما قصه کردین، مسئولین ما. بازم ما تقاضا میکنم ای که ما امروز در کنار همسنگرهای خود قرار دارم، هر لحظه خواسته باشم میتونم از جمهوری اسلامی ایران بیرون شوم، و برای ما شاید مکررن از ما تقاضا شده باشه که ما باید از اینجا بیرون شوم، با کشورهای باید برم، اما ما ترجیح دادیم احساس ما عزت معنی است که در کنار همسنگرهای خود قرار بگیرم، الا روزی که اگر خدا خواسته باشه و جامعه جهانی تمکین بکنه که ما باورمند هستم با گذشت هر روز شناختی را که نسبت به طالب و یا پدیده یا جریان نیابتی که در افغانستان داره حکومت میکنه، دنیا دیگه این سکوت در هم خواد شکست و ما عسکرای خود بودیم که با افتخاری پرتله را پوشیده و راهی کشور خود شویم. الهی که اگر روز دوم هم اگر ما در وطن به شهادت میرسیم، چه با افتخار خواهد بود که ما ملت ما را با آن تعهداتی که نسبت به اونا داشتیم بر ما دعا خواهد کردن و از ما نام خواهد گرفتن که واقعا یا فرزندای حلالی، فرزندای راستینی کشور بودن که با تعهدات خود خواستن عمل بکنن. دوستان عزیز دقت بکنید، وقتی که با بعضی از این بچه‌هایی که در ایران طالب رو سفیدشویی میکنن و تطهیر طالبان رو میکنن ما صحبت میکنیم و به اونا هشدار میدیم که آقا این افغانستانی هایی رو که میگیرید و غیر قانونی هستن و از مرز رد میکنید، سمن و تاعت روی چشم کار خوبی میکنید، اما قبلش پایش کنین اینا رو، به قول مشهدی ها علک کنین اینا رو و اون نظامی هاشون رو جدا بکنین، اینا پاشون رو برای مرز برسه تیبارون میکنن. اینا ایش این که ایشون گفت اینا رو میگیرن زندان میکنن، خوش شانساشون پاشون به زندان میرسه، اغلبشون اصلا به هم چه میدونم به هم حرات نمیرسن. چقدر این اتفاق افتاده؟ بعد اون دوستای ما میگن آقا مگر عفو عمومی اعلام کردن برگردندی؟ آقا دروغمون است، اون عفو یه دختر جوانی که یک کلمه حرف زیر سقف یعنی در اتاق بسته یک دونه کاغذ دستش گرفته گفته من میخوام برم مدرسه، اینو طالب گرفته الان انداختهش زندان. خانم جولیا پارسی چه کار هستید؟ معلمه. وقتی عفو شامل جولیا پارسی معلم نمیشه، بعد تو میخوای یک قماندان، یک افسر، یک سربازی که کینه داره ازش طالب مقابل اونا جنگیده، میخوای اینا رو ول بکنه؟ تمام اون قضیه عفو عمومی همش دروغه، کلاوازی شارلاتانی و پدرسوختگی طالب، همش فریبکاریه. نکته دیگه این که عزیزان من، شما اگر که تصورتون اینه تا ابد ارتباطتون با طالب همینطور جیجیباجی و لاس زدن و معاشقه هست که خب، اگر نه ذهنیتتون اینه که روزی کشمکش پیدا میکنید، اون موقع نیاز به نیرویی دارید که به شما مشورت بده، نیروهایی که تمام اون اراضی رو میشناسه، نقطه ضعف طالب رو میشناسه، میدونه از کجا چگونه با چه انرژی باید عمل کرد و بهتر از شما تو امریکای جنوبی داره الان ایشون میدونه دیگه، داره برزیل اطلاعیه داره بیاین ما ببریمتون، برزیل داره این نیروی متخصص رو میبره. شما برای که یک عدد یک سرباز معمولی رو، یک آدم معمولی رو برسونی به درجه
تخصص افسری که اینقدر اطلاعات نظامی و توان عمل کرد داشته باشه چند صد میلیون باید خرج میکنه یا آموزش بهش بده. این نیروها با آموزش کامل در اختیار شما هستن، بعد وادارشون میکنین. خب که من این صحنه رو دیدم، این که ایشون میگه جنرال میره اونجا و اینو پس میکنن. حالا دو تا خاطره بگم. من یه بار از هرات داشتم میومدم به مشهد زمینی دو قارون، دوربین و اینا همه همراهم بود، پیرانتومان افغانی پوشیده بود و کلاه سرم. اومدم ابزارم رو گذاشتم، یه ماموریت من رو وفات رفته بود، یعنی به تلویزیون و برای تشکیلات که جمهوری اسلام. یک سربازی که به زحمت شاید هنوز مثلا 18 سال و دو ماه اومد گفت برده اینا رو ببرم اون رو بذار. بعد من گفتم که میبینی که اصاب دارم نمیتونم، مشکل دارم. بعد من از دور گذرنامه‌مو نشون دادم. اون کسی که تو گیت نشسته بود دید گذرنامه من رنگش قهوه‌ایه، متوجه شد که من هموطن چند گفت بیا جلو. من به اطمینان و امید او که ملاحظه عصای ما رو کرد و بعد گذرنامه ایرانی رفتیم جلو، این سرباز نفهمیده یهو برداشت این ساکای منو، یکیشو که با لگد زد، دو تا دیگه شون رو پرت کرد اون طرف، تمام دوربین و ابزار و همه ما شکست. بعد که رفت پیش اون تزش گفتم آقا اینا دیوانن، اینا چرا میذاری اینا این رفتار رو بکنن؟ گفت آقای جعفریان ببخشید این فکر کرده شما افغانستانی هست. گفتم آقا این که عذر بدتر از گناه شد. خب باشه دیگه. اونجا رو صدا کرد اومده دست منو ببوسه. گفتم مرد حسابی تو با زن و بچه همه تو رفتار میکنی؟ با از فلان دهات اومدی تو دهاتتون با هم روستایی های خودت اینطوری رفتار میکنی؟ این چه رفتاری آخه؟ این نگاه از بالا به پایین رو متوقف کنه دیگه، تو رو خدا تمامش کنه. البته این در هر سو هست. یعنی من سال 1372 رفته بودم هرات، محبت کرد آقای اسماعیل خان. اون موقع خب پرواز چیزی نبود دیگه، پرواز نظامی داشت میرفت، برای ما هم یه دو تا جا گرفته بود، اما ما متوجه نشدیم که این جاها و این سفارش ها و این کاغذ دادن ها در پای هواپیما هیچ رو حساب نمیکنه. ریختن همه رفتن سوار شدن، ما یهو دیدیم اصلا جا نیستیم، کاغذ امیر داده و جا نیست دیگه. خوش اومدی بود دوباره به امیر بگو برات هواپیما بفرست. خلاصه مثل که چند نفر دیگه هم بودن که جا مونده بودن، همه رو از هواپیما ریختن پایین، گفتن دوباره کنترل میکنیم. اینا یکی یکی رفتن جلوی ما. یه وزیر اون موقع شما بود، یکی از وزرای آقای ربانی بود، از مشهد چند تا زودپس خریده بود. این اومد رفت داشت میرفت بالا، منم اومدم برم. این یه سرباز این کنار بود، همینطور من دستم رو نردبون همین هواپیما گذاشتم، پلکان نداشت نردبان. این با هم کلاشینکوف قنداقش کوبید رو گردن من، که بعدها رفتم دکتر یک مهره گردن من اینجا شکسته، هنوز اون باقی بوده. من همونجا افتادم، نمیدونم بیهوش شدم یه چیزی بین قلب. بعد که آب زدم به صورتم اومده، اون سربازم بی تفاوت هم تو بایست. بعد که بودن شما بهش میگم برای چی میزنی؟ بعد گفت مگه شما ما رو در ایران نمیزنی؟ گفت آخه این شد استدلال. تو ایران یکی دیگه تو رو میزنه، تو اومدی من رو کتک میزنی؟ اون دوستانی که این رفتارا رو میکنن نتیجهش این میشه قربونت برم، کینه تو میندازی به دل این آدم. خب فردا هر ایرانی ببینه شما اومدین با طالب لاس زدین، خبرنگار ایرانی بدبخت رفتن تو خبر تهیه کنه، پیرمرد دستفروش افغانستانی نشسته میگه ایرانی هستی، میگه برو فلان چند تا فوش میده. اصلا اونایی که ما وقتی تو افغانستان توی کابل میگفتیم ایرانی هستیم، راننده تاکسی پول نمیگیره از من. از اون مرحله رسیدیم به این مرحله به همت شما. تو رو خدا این رفتاراتون درست بکنید.